الذي الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام والعاقبة للمتقين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة سيدنا مرشدنا منجينا هادينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات الله أمره على المصطفى المختار البرية على الحمد للرحمن مال البرية على ما هدانا ملة خير ملة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير فقد أضاف غيرا علينا بأحمد فقد قصنا الله بفضل القمر والوحي والإخلاص واجعل عليه في فضل الباب مجالا سوسنا بلغه اليوم وما فيه فلما سالك من الصدق سمعوا حديثا وقعت كالصداء درجه واتوا الليله الثانيه والثالثه فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكروا حتى جاء رجل من الحج فجاء رئيس يسوس وقال له شاف الله لا يدرني ما سمعت في بيتك من التعب الله قال ما سمعت في بيتي شيئا اني كتبت قوله تعالى ولا يلومه وما هو العلم العظيم فكتبت اسماء اهل بدر الله رضي الله عن أهل البادي رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البادي رضي الله عن شهدائي رضي الله عن ربي أنت ذاتي للكبرى من شهداء لبدر الدرم لترى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قم جند فضل وإحسان ومكرمة هم سيدوا ملة المختار من مضرى مولاي لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شموس دين الهدى بدور ملتنا يا هبذا القوم كما لهم نظرا مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم شجاع القلب في حرب ومعركة فهو دعاة بنا للكفار والامراء مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دانت لديهم رقاب
بالكفر والضربت لزولة منهم الأبطال والبزراء. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وسل هنينا وسل بدرا وسل أخدا عن بعد عذيبهم واللطف كيف جرى. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هم الرجال بلا هم الجبال بلا كالدير في همة بل زادة كبرى. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أكرم بهم فدية تمت فضائلهم وعم آلاؤهم للخلق دون مرى. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم، فنسأل الله خلق الأنام بهم وسيد المصطفى أن يقضي الوطرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على للخلق كلهم، وأن ينجي من كل البلاء ومن الآفات بالدين والدنيا ومن سقرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الصلاة على طه النبي وآل وصحابة ما بدر السماء زرى. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأقي عن زيد بن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال: إن قطعت طريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباء ضارية ولزوز عادية فما يقطو أحد من هذه إلا هلك ولو كان في عدد كثير، فبينما نحن جلوس في بعض الأيام إذ أقبل رجل منها معه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده، وهو يحرك شفتيك الذي يتلو بعض أسماء، فتلقيناه وقلنا: إن لهذا الرجل لشأنا عظيما، ونظرنا خلفه فلم نرى غير عبده، فقال له والدي: سبحان الله، كيف سلمت بتجارة وأنت وهلك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباع؟ فقال: دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونصر الله به. فقال له والدي: أي جيش أدركت من الصحابة؟ قال: أدركت أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتهم معي في هذه الطريق المخوفة، فما كنت أخاف لصا ولا سبعا. فقال له والدي: سألتك بالله أن تكشف لي بأن تصدق؟ فقال له: يغلم رحمك الله، إني كنت كبير قوم لزوز نقطع الطريق، ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها، فبينما نحن جلوس في ليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرونا أن فلان التاجر خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا، فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحابه 10 رجال، ثم أقبل علينا التاجر فقال: يا هؤلاء ما حاجة
عنفسكم وما تريدون. فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فأنت بمن بقي معك من أصحابك. قال وكيف تقدرون علي معي أهل بدر؟ فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر. فقال الله أكبر. ثم أخذ يتلو بأسماء لا نعرفها فأخذنا الروب عند تلاوتها ونذبنا وخرجت علينا ريح شديدة وسمعنا دكدكة وقعقعة السلاح واستباك الدماء. وقائلا يقول استقبلوا أهل بدر بصبر جميل. فنظرت رجالا أي رجال كالقبان على خيول تسبق الريح. فاقتاطوا بنا فلما عاينت ذلك بادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله تعالى وبك. فقال تبين الله إن هذه الفئال. فضبط على يدي وقد قتل من أصحابي بإدة من قتل يا صحابي. ثم إني لما أردت الانصراف أنزلته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنهم فعلمنيها. فمنذ عرفت لم أحتج إلى كفارة أحد من الخلق في البر ولا في البر. وبآجيت من هذه الطريق كما رأيتني. فكل من رآني من لص أو صبي حاد عن طريقي فلله الحمد رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن أكن تكثر في مولي الناس معه بدر تذكر يا ربي صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غد بركاتهم وعطاؤهم وسماحة تتراوح عزتهم تليه وتظهر يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غد أسماؤهم خلف البراء وسلامة من كل ناهية ومما يقدر يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غد كم من خبارق عدد وعجائب من عند ذكرهم تجيء وتصدر يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غد فلهم كمالات العلا وكرامة ومنارب تالله لا تهجر يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غد يا ذاكري أسمائهم وثنائهم قلتم بخيرات ونعم تغدر يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غد يا حاضرون تبصلوا وتسبؤوا بعلائهم في كل شيء تبصروا يا رب صل على النبي محمد خلائق من جهنم في غد يا رب لنا نتوسلوا بالمصطفى وبدائهم نستنصر يا ربي صل على النبي منج الخلائق من جهنم في غد أوضع لنشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب أكبر يا ربي صل على النبي محمد قبض الوزد علما ووفقنا على أمة
وجل بغيرك ترجرو يا رب صل على النبي محمد انج الخلائق من جهنم في غد قد فار جميع مغرة وملمة وعن الجميع مقاصد يستحضر يا رب صل على النبي محمد صلى الإله على النبي وآله ما دار مثليكم وبدر يظهر يا رب محمد للخلائق من جهنم فيه غدي. صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام واللافات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبساداتنا البدريين رضي الله عنهم وسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من نزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وإخوتنا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا من الديون والمظالم والنار. اللهم اجعلنا وإياهم ممن رضي عنهم شهر رمضان. اللهم لا تجعلنا ولا إياهم ممن خصمهم شهر رمضان. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبطلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا دمرته ولا سحرا إلا أبطلته ولا غائبا إلا رددته ولا مسجونا إلا خلصته ولا علما إلا أنفعته ولا قلبا إلا طهرته ولا طفلا إلا ربيته ولا مرادا إلا أصلحته ولا داعيا إلا أجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرت طرقها وأسبابها بحقوق ساداتنا الشهداء البدريين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بهم من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن العافية حصولها ومن الرحمة شمولها
ومن العيش أرغده ومن الفضل أعذبه ومن الرزق أوسعه ومن العلم أنفعه ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا واجعل إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعل إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار. اللهم ارزقنا عيش الأبرار وقنا واصرف عنا شر الأشرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابته أجمعين. أما بعد، سماذرني يا سيد مار ആദരണീയരായ ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും, അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഈ പെരിയടുത്ത ഇബ്നു അബ്ബാസ് ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് ആയിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ആത്മീയ മജ്ലിസും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുമായി, ദുന്യവിയായ പ്രശ്നങ്ങളുമായി പല വാതിലുകളും മുട്ടി രക്ഷയില്ല എന്ന് വിധിയെഴുതിയവർ പലരും ഈ ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ മാസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത്. വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ
പ്രസ്ഥാനത രംഗത്ത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നബുവത്ത് ലഭിച്ച് നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും സമൂഹത്തിലുള്ള അന്ധകാരങ്ങളും അനാശ്വാസ പ്രവണതകളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രബോധന രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോ നിരവധി ആളുകൾ വിശുദ്ധ മതം സ്വീകരിക്കുകയും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ഖുറൈശി പ്രമുഖർ, അന്നത്തെ നേതാക്കൾ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വഴികൾ പലതും ആലോചിക്കുകയും അവസാനം വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ ബദർ പോർക്കുളത്തിൽ 313 വരുന്ന സഹാബത്തുൽ കിറാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും 1000 വരുന്ന ശത്രുക്കൾക്കു മുന്നിൽ നിരായുധരായി കയ്യിൽ യാതൊരുവിധ സംവിധാനങ്ങളുമില്ലാതെ നേരിടുകയും ഈമാനാകുന്ന വജ്രായുധം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ വാർഷികം കൂടിയാണ് റമദാൻ 17 എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ വാർഷികവുമാണ് ഈ റമദാൻ 17 ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാത്രി നടക്കുന്ന ബദരിയ മജ്ലിസിന്, ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സംബന്ധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. രാവിലെ മഹാന്മാരായ മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെയും പരിപാടിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെയും മക്ബറകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം മഹാനായ താജ് ശരിയ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്ന ഉസ്താദവരികളെ, പ്രാർത്ഥന നടത്തി തന്ന ഉസ്താദവരികളെ അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആദ്യത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കാലം ആ തണൽ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ബദർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനമാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ പള്ളങ്കോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മദനി ഉസ്താദവരുകളാണ് ഉസ്താദവരുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രമുഖരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് ഫക്രുദ്ദീൻ അൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ അവരുകൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ വാപ്പ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സുള്ള ആദ്യത്തെ നൽകുമാറാകട്ടെ, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ബദ്രാനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തിത്തരുന്ന നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ പ്രഭാഷകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് സാദി തേലമ്പാടി ഉസ്താദ് ഉസ്താദവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ സുന്നി സെന്റർ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖതീബും സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ കാട്ടിപ്പാറ അബ്ദുൽ ഖാദർ സഖാഫി ഉസ്താദ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മൊയ്തു സാലി ചേരൂർ ഉസ്താദ് പറകളെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മുഗ്രാലപുത്തൂർ സർക്കിൾ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ചൗക്കി, സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് സാദി ആരിക്കാടി, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മുഗ്രാലപുത്തൂർ സർക്കിൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ കെ കമ്പാർ, നമ്മുടെ പെരിയടുക്ക ഈ പള്ളി ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് മുതൽ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസിഡന്റ് കെ എം മൊയ്തു അവരുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എസ് വൈ എസിന്റെ കാസർഗോഡ് ജോൺ പ്രസിഡന്റുമായ സുലൈമാൻ സക്കാഫി ദേശാങ്കുളം,
മർക്കസുൽ മൈമൻ മർഹൂം സയ്യിദ് തായിർലാഗൽ തങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്റർ കോട്ടക്കുന്ന് അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് സാരി കോട്ടക്കുന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ നെല്ലിക്കുന്ന് ജുമാ മസ്ജിദ് മുദരീസ് സലാഹുദ്ദീൻ സഖാഫി അടക്കമുള്ള അതുപോലെ കൊല്ലൂർ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് എല്ലാവരെയും ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുലൈമാൻ സഖാഫി ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പള്ളങ്കോട് ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.